با سلام و درود به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروزم همراه ما هستین. همین ابتدا میخوام به دوستانی که به تازگی همراه ما شدن بگم که لطفا ما رو سابسکرایب کنین و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. در این ویدیو میخوام در مورد خوراکی هایی که فیبر بالایی دارن صحبت کنیم. پس همراه ما باشید. همه ما میدانیم که بدن ما به فیبر نیاز دارد و با وجود این که غذاهای زیادی وجود دارن که به آنها فیبر اضافه شده است، باز هم عده زیادی از کمبود آن رنج میبرند. به عنوان مثال رژیم غذایی جدیدی که امروز در غرب رواج دارد باعث شده است که بسیار از مردم آمریکا با کمبود شدید فیبر مواجه باشند. کارشناسان تخمین زدند که تنها 5% مردم آمریکا روزانه میزان کافی فیبر دریافت می‌کنند. غذاهایی که فیبر بالایی دارند فرد را در برابر سرطان، بیماری‌های قلبی، سنگ کلیه، سندرم پیش از قاعدگی و چاقی مقاوم می‌کند و نیز برای سلامت دستگاه گوارش نیز مفید است. بنابراین فیبر چیزی بیشتر از یک تنظیم کننده ساده است. 1. آووکادو. میزان فیبر موجود در آووکادو بستگی به نوع آن دارد و میتواند از نوعی به نوع دیگر متفاوت باشد. میزان فیبر موجود در آووکادوی سبز روشن که پوست نازکی دارد، آووکادوی فلوریدا، در مقایسه با نوع تیره تر و کوچکتر آن، آووکادوی کالیفرنیا متفاوت است. آووکادوی فلوریدا میزان فیبر غیر محلول بیشتری نسبت به آووکادوی کالیفرنیا دارد. علاوه بر فیبر، آووکادو سرشار از روغن‌های سالم است که به پایین آمدن کلسترول خون و کم شدن خطر بیماری‌های قلبی کمک می‌کند. 2. گلابی آسیایی. گلابی آسیایی ترد، شیرین و خوشمزه است و حاوی مقدار بسیار زیادی فیبر و نیز اسیدهای چرب امگا 3 است که برای سلامت سلول‌ها، مغز و کارکردهای عصبی بسیار مفید است. انجمن قلب آمریکا توصیه کرده است که دست کم 5-10% کالری غذایی از اسیدهای چرب امگا 3 تامین می شود. 3. خانواده بری ها. تمشک سیاه دارای مقدار زیادی ویتامین کا است که به تراکم استخوان کمک می کند و میزان بالای منگنز در تمشک برای سلامت استخوان ها، پوست و تنظیم میزان قند خون مفید است. این فواید به همراه مزه بسیار خوب خانواده بری ها را تبدیل به خوراکی بسیار ارزشمند کرده است. 4. نارگیل. دلایل بسیار خوبی وجود دارد که چرا خوراکی هایی با پایه نارگیل رو به افزایش هستند. اگر هنوز شروع به مصرف نارگیل نکرده اید، هرچه سریعتر آن را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. نارگیل شاخص گلوکز پایینی دارد و به راحتی وارد رژیم غذایی شما می شود. با توجه به اینکه میزان فیبر نارگیل 4-6 برابر سبوس جو است، استفاده از آرد و پودر نارگیل روش بسیار مناسبی برای اضافه کردن فیبر سالم به رژیم غذاییتان است. در کشورهایی که نارگیل بخشی از رژیم غذایی است، کلسترول خون بالا و بیماری‌های قلبی کمتر مشاهده می‌شود. در اکثر دستورهای پخت نان شما می‌توانید تا 20% آردهای دیگر را با آرد نارگیل جایگزین کنید. 5. انجیر. انجیر خشک و تازه منبع با ارزشی از فیبر است. برخلاف بسیاری از غذاهایی که دیگر میزان فیبر محلول و نامحلول انجیر کاملا متناسب و متوازن است. علاوه بر مزایای فیبر، انجیر برای کاهش فشار خون و جلوگیری از بیماری تباهی لکه زرد چشم که باعث کوری در افراد مسن می شود بسیار مفید است. حتی اگر علاقه به انجیر خشک ندارید، انجیر تازه می تواند در کنار غلات و سالاد یا حتی پنیر بز یا عسل به عنوان دسر استفاده شود. 6. کنگر فرنگی. از آنجا که کنگر فرنگی کالری پایین و فیبر مواد غذایی ضروری فراوانی دارد، مکمل بسیار خوبی برای رژیم غذایی شما به حساب می آید. تن یک کنگر فرنگی متوسط می تواند نیمی از فیبر مورد نیاز برای یک زن و 1/3 فیبر مورد نیاز برای یک مرد را تامین کند. علاوه بر این، کنگر فرنگی یکی از 10 ماده غذایی سرشار از آنتی اکسیدان نیز هست. 7. نخود فرنگی. نخود فرنگی سبز سرشار از فیبر آنتی اکسیدان های قوی و خواص ضد التهابی است. برای سلامت بسیار مفید است. نخود فرنگی یخ زده در طول سال در دسترس است و می تواند در رژیم غذایی شما قرار بگیرد و به صورت بخارپز یا در سوپ و سالاد استفاده شود. نخود فرنگی مزه خوبی به غذا می دهد و می تواند
100% ویتامین C، 25% ویتامین B1 و به نوع مورد نظر بدنتان را تامین کند. 8. بامیه. در بخش‌های جنوبی آمریکا بامیه یکی از غذاهای اصلی مردم است. تنها یک فنجان از آن 1/3 فیبر مورد نیاز روزانه بدن را تامین می‌کند و یکی از غذاهای سرشار از کلسیم است. بامیه مواد مغذی بسیاری در خود دارد و به راحتی می‌توان آن را به سوپ یا خورش اضافه کرد. 9. کدوها. در کدوی زمستانی، کدو تنبل، کدو حلوایی، کدوی اسپاگتی و کدوی بلوط مقدار زیادی مواد مغذی و فیبر وجود دارد. گوشت سفت و براق این خوراکی ها سرشار از فیبر است و نشان دهنده ارزش غذایی بالای آنهاست. کدوی بلوط و سایر کدوها را می توان در فر کباب کرد و با سیب زمینی یا نشاسته های دیگر مصرف کرد. همچنین می توان با آنها سوپ های بسیار خوشمزه ای درست کرد. 10. کرم بروکسل. کرم بروکسل یکی از بهترین منابع فیبر است. کرم بروکسل به دلیل میزان بالای آنتی اکسیدان و ویژگی‌های ضد التهابی باعث سمزدایی و کاهش خطر ابتلا به برخی انواع سرطان‌ها نیز می‌شود. 11. شلغم. ارزش شلغم معمولاً دست کم گرفته می‌شود. این ماده غذایی مملو از مواد مغذی و منبع خوبی برای فیبر است و می‌توان آن را به صورت خام یا پخته مصرف کرد. 12. لوبیای سیاه. لوبیای سیاه سرشار از مواد مغذی و مقدار زیادی پروتئین و فیبر به رژیم غذایی شما اضافه می کند. میزان بالای آنتی اکسیدان ها و زردینه ها مانع از تشکیل رادیکال های آزاد می شود و خطر ابتلا به برخی انواع سرطان و بیماری های التهابی را کاهش می دهد. مصرف لوبیای سیاه راه مناسبی است برای اینکه همزمان با افزایش میزان فیبر دریافتی نوع درمان را نیز تجربه کنید. 13. نخود. هزاران سال است که نخود در سراسر جهان طرفداران بسیاری دارد و سرشار از مواد مغذی از جمله منگنز است. در حقیقت این دانه کوچک 84% منگنز مورد نیاز روزانه بدن شما را تامین می کند و همچنین از منابع خوب فیبر نیز هست. 14. لوبیا چیتی. علاوه بر میزان بالای فیبری که در هر وعده مصرف لوبیا چیتی به دست می آید، این ماده خوراکی تقریباً 25% آهن مورد نیاز روزانه زنان را نیز تامین می کند. منگنز به تامین انرژی بدن کمک می کند و آنتی اکسیدان ها از تشکیل رادیکال های آزاد جلوگیری می کند. 15. لپه. سوپ لپه در گذشته بسیار مصرف می شد و امروز نیز لازم است دوباره به رژیم غذایی افراد اضافه شود. مصرف یک وعده غذایی لپه 1/3 ویتامین B9 و نیمی از فیبر مورد نیاز روزانه بدنتان را تامین می کند. 16. عدس. عدس علاوه بر فیبر بالا سرشار از ویتامین B9 نیز هست و یکی از 10 ماده غذایی با B9 بالا نیز هست. ویتامین B9 برای زنان باردار، افرادی که بیماری کبد دارند و افرادی که برخی از داروهای خاص را مصرف می کنند بسیار ضروری است. عدس پلو و سوپ عدس غذاهای بسیار مناسب برای قرار دادن این ماده غذایی در رژیم غذایی روزانه شما هست. 17. آجیل. اگرچه در مقایسه با غذاهایی که پیش از این بیان شد میزان فیبر آجیل ها کمتر است، اما مصرف آجیل راه بسیار سالمی برای افزایش سریع میزان فیبر بدن است. بادام ها در مقایسه با گردوها کالری و چربی کمتری دارند، اما پتاسیم و پروتئین بادام بیشتر است. علاوه بر این دانشمندان به این نتیجه رسیدن که گردو باعث بهبود قدرت فکر، حافظه و خلقیات می شود و به این کارکردهای عصبی مغز نیز کمک می کند. 18. تخم کتان. مقدار بسیار زیادی مواد مغذی در این دانه کوچک وجود دارد و دانه های کتان باعث کاهش کلسترول و کاهش شایستگی می شود. دانه های کتان را آسیاب کنید و به اسموتی، سالاد و سوپ خود اضافه کنید. 19. دانه های چیا. دانه چیا غذایی بسیار عالی است که می توانید به راحتی آن را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. این ماده خوراکی با فیبر بالا و مواد مغذی ضروری به افزایش انرژی و بهبود سلامت غذایی شما کمک می کند و فواید زیاد دیگر نیز دارد. دانه چیا ممکن است مانند لوبیا و حبوبات در بعضی از افراد باعث نفع شود که با مصرف بیشتر آب می توانید این مسئله را به کمترین میزان ممکن برسانید. خیساندن دانه چیا می تواند باعث کاهش نفع شود و به جذب مواد مغذی آن نیز کمک خواهد کرد. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید.
خیلی ممنون که تا اینجا هم همراه ما بودین. لطفاً با نظرها و کامنتاتون به ما انرژی بدین. تا ویدیوهای بعدی ما در کانال فارسی نت، خدا نگهدار.